سلام عرض ادب خیلی خوش اومدید به یک جلسه دیگه از آموزش زبان انگلیسی مثل همیشه من حامد ابو طالبی امیدوارم که هر جای این دنیا هستید حال دلتون عالی و فوق العاده باشه توی این جلسه قراره با همدیگه یکی از پرکاربردترین گرامرها رو یاد بگیریم کاربرد وود میدونم که خیلی جا این کلمه رو دیدی شاید یه معنی یا دو تا معنی ازش بدونی ولی امروز توی این جلسه قرار کامل با همدیگه دیگه گرامر وود رو یاد بگیریم اولین کاربردی که میتونه گرامر وود داشته باشه برای بیان درخواستامونه یعنی چی یعنی وقتی ما بخوایم درخواستی رو داشته باشیم میتونیم بیایم از وود استفاده کنیم که حالا یه نوع درخواست معدبانه هم به حساب میاد که اغلبا با یو یعنی وود یو که بچه ها تلفزش هم تغییر میکنه مثلا من نمیام بگم که would do, would, would do اصلا معنی نمیده would you introduce yourself این غلطه بعد بگم would you ج. یعنی اون دیه به وای خط میشه ج تلفظ میشه would you introduce yourself Would you introduce yourself؟ ممکن خودتون رو معرفی کنی؟ Would you introduce yourself؟ ممکن خودتون رو معرفی کنید؟ حالا یه درخواست دیگه یا yeah, Would you answer my question؟ Would you answer my question؟ ممکن سوال من رو پاسخ بدی؟ Would you answer my question؟ ممکنه که سوال من رو پاسخ بدی؟ یا yeah, Would you close the door؟ Would you close the door? ممکنه در رو ببندی Would you close the door? ممکنه در رو ببندی بچه همه اینا درخواست دیگه من دارم درخواست میکنم یا یه مثال دیگه هم بزنم Would you give me a hand بچه یه اصطلاحه Would you give me a hand ممکنه کمکم کنی Would you give me a hand ممکنه که کمکم کنی حالا ما متوجه شدیم که اولین کاربردی که وود میتونه داشته باشه برای درخواسته که چهار تا مثال پر کاربرد هم زدیم حالا اگه بخوایم یه کوچولو معدبانه ترش کنیم بچه همین قسمت اولش ها حالا اگه بخوایم یه کوچولو معدبانه ترش کنیم خیلی خوشگل کنیم به اصطلاح یه پلیز اضافه میکنیم بهش میگیم که مثلا Would you please sign here? ممکنه لطفا اینجا رو امضا کنی؟ Would you please Would you please خیلی معدبانه تر میشه Would you please sign here ممکنه که اینجا رو امضا کنی خب وقتی ما وارد بانک میشیم یه فضای خیلی رسمی و فرمالی داره دیگه طرفی که, کارمندی که توی بانک هستش به من میگه would you please sign here ممکنه لطفا اینجا رو امضا کنی یا مثلا میاد میگه که would you would you please speak louder would you please speak louder ممکنه لطفا بلندتر صحبت کنی would you please speak louder louder به معنی بلندتر would you please میشه لطفا سپیک صحبت کنی لاودر بلندتر این از اولین کاربردی بودش که ما میتونیم با وود داشته باشیم کاربرد دوم وود برای پیشنهادها و خواسته هامونه یعنی چی یعنی وقتی ما بیخوایم پیشنهادی بدیم یا خواسته هامون رو بیان کنیم میتونیم بیایم از گرامر وود استفاده کنیم که معمولا با لایک یا لاو میاد یعنی دوست داشتن معمولا اکثر مواقع چجوری میشه داخل جمله توی مثال شاید بهتر بتونی متوجه بشی وارد یه دونه کافه شدم میخوام میگم که آقا من یه فنجان چای میل دارم یه فنجان چای میخوام سفارشمه اوردرمه I would like a cup of tea I would like a cup of tea من یه فنجان چای میل دارم یه فنجان چای میخوام یا مثلا I would like to go swimming. I would like to go swimming. من میخوام به شنا برم. میخوام برم شنا کنم. دوست دارم برم شنا کنم. I would like to go swimming. دوست دارم برم شنا کنم. میخوام شنا کنم. میبینی درخواستامونه. درخواستی که ما داریم. یا she would like to stay here. She would like to stay here. اون میخواد اینجا بمونه. She would like to stay here. اون میخواد اینجا بمونه یا they would like spaghetti they would like spaghetti دوستامو بردم رستوران بعد به یکی از دوستای دیگه میگم برو ببین چی دوست دارن چی میخوان چی میل دارن میپرس آقا اسپاگتی میخوان همشون میام دوستم میاد به من میگه they would like spaghetti they would like spaghetti اونا اسپاگتی میخوان امه. بچه یا مثلا میام میگم که I would like an apple من سیب میخوام I would like an apple من سیب میخوام یه دونه سیب میخوام من این دوست داشتن نمیده معمولا برای درخواستامونه که ما استفاده میکنیم برای یه نوع حالت سوالی دیگه ای هم هستش علاوه بر بیان خواسته هامون ما میتونیم با وود پیشنهاد به افراد هم بدیم یعنی بگیم آقا اینو دوست داری اینو میل داری یعنی اینجوری دوست داری اینجوری میخوری درخواستم میتونیم بدیم یا پیشنهادم میتونیم به دیگران بدیم چجوری میشه داخل جمله مثلا میام به شما میگم Would you like a sandwich Would you like a sandwich? ساندیویچ میل داری؟ ساندیویچ میخوری؟ یا مثلا یه مثال دیگه Would you like some salad? Would you like some salad? مقداری سالاد میل داری؟ Would you like some salad? مقداری سالاد میل, میل داری؟ یا مثلا Would you like to go for a walk? Would you like to go for a walk? میل داری کمی پیاده روی کنیم بچه چون لایک اومده حتما نباید معنی دوست داشتن بده ها کار بردشه Would you like to go for a walk؟ میل داری میخوای کمی پیاده روی کنیم یا یه مثال دیگه هم بزنم پرونده اینم ببندیم Would you like to talk about it? Would you like to talk about it? میخوای دربارش صحبت کنیم میبینی اومدیم ما علاوه بر بیان خواسته خودمون میتونیم به دیگران هم اینجوری پیشنهاد بدیم خب قسمت بعد وود همراه با یه دونه کلمه گرامر وودمون وقتی بهش یه کلمه اضافه بشه یعنی ترکیب بشه با وود رادر یه ساختار جدید به ما میده بچه ها. وقتی این وود ما همراه باشه با وود رادر یه ساختار جدیدی به ما میده که به معنی ترجیح دادنه یعنی چی؟ توی جمله چجوری میشه؟ بچه ها، میاد میگم که دی وود ردر اسلیپ ارلی دی وود رادر early اونا ترجیح میدن زود بخوابن they would rather sleep early اونا ترجیح میدن که زود بخوابن یا مثلا میام میگم که I would rather run than walk میتونم بین دوتا چیزم مقایسه کنم مثل این I would rather run than walk من ترجیح میدم بدوم تا راه برم I would rather run ترجیح میدم که بدوم than walk تا اینکه راه برم یا مثلا I would rather learn English than Chinese I would rather learn English than Chinese من ترجیح میدم که انگلیسی یاد بگیرم تا اینکه چینی یاد بگیرم یا I would rather eat fast food than uh, Chinese food I would rather eat فست فود دن چاینیز فود ترجیح میدم که فست فود بخورم تا اینکه غذاهای چینی بخورم خودتونم که در جرجا این غذاهای چینی چجوریه خب میتونیم از این کاربرد آه... هم استفاده کنیم حالا یه کاربرد دیگه یه وود داره بهش اضافه میشه وجو مایند یعنی مایند mind بهش اضافه میشه وجو مایند حالا وجو مایند چجوریه؟ would you مایند یعنی اشکالی نداره امکانش هست معنیش اینجوری میشه برای مثال من میام میگم که وجو مایند close the ویندو اشکالی نداره که در رو ببندی یا ممکنه که در رو ببندی یا would you mind if I sit here اشکالی نداره که اگه من اینجا بشینم یا یه مثال دیگه would you mind turning the volume down would you mind turning the volume down ممکنه صدا رو کم کنی داریم یه درخواست میکنیم از دیگران یا مثلا would you mind if I go out اشکالی نداره اگه من برم بیرون would you mind if I go out اشکالی نداره اگه من برم بیرون مشکلی نداره این بود از کل وود بچه وود میتونه کاربورده دیگه هم داشته باشه خیلی پرکاربردتر از این جلسه ای که امروز داشتیم حتما حتما اونا رو هم با همدیگه کار میکنیم توی پلیلیست میذارم و اون کاربردهای دیگه هم اضافه میکنم ولی مهمترین و اصلی ترین کاربرد هایی که میتونه داشته باشه رو ما امروز کار کردیم با وود وود رادر وود مایند برای پیشنهاد و خواسته هامون و کاربردهای دیگه هم میتونه داشته باشه که قطعا کار میکنیم با هم دیگه حتما حتما سابسکرایب کنید اون زنگوله بغلم بزن که هر موقع ویدیو آپلود شد بهت خبر بده لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو من رو همراهی کردی